سودان به دلیل درگیری ارتش این کشور با نیروهای پشتیبانی سری که 15 ماه است ادامه دارد، بزرگترین بحران آوارگی و گرسنگی جهان را پشت سر می‌گذارد. به گزارش همکارم از آخرین وضعیت غیر قابل توصیف سودان توجه فرمایید. این روزها در شرایطی که جهان توجه خود را به مناطقی مانند غزه و اوکراین معطوف کرده، سودان به دور از توجه جهان در حال گرسنگی است و برای نجات مردم این کشور که در آستانه تحمل بزرگترین بحران گرسنگی روزگار قرار گرفتند، نیاز به یک سری اقدامات عاجل و فوری احساس می شود. در ماه‌های اخیر خطر بروز یک قحطی ویرانگر در سراسر سودان به طور تصاعدی در حال افزایش بوده است. طبق گزارش سازمان ملل، وخامت شدید وضعیت امنیت غذایی در 6 ماه گذشته باعث شده سودان که در چند وقت اخیر به دلیل جنگ ویرانی‌های عظیمی را تجربه کرده، در آستانه سقوط به پرتگاه یک فاجعه غیر قابل تصور قرار گرفته باشد. در حال حاضر بیش از 8 میلیون نفر در 14 ایالت از 18 ایالت سودان با چنان کمبودی در زمینه مواد غذایی مواجه هستند که می تواند به سوء تغذیه حاد و مرگ منجر شود. حدود 750 هزار نفر از این افراد در آستانه خطر گرسنگی کامل قرار دارند. طبق تحلیل مؤسسه کودکان را نجات دهید، بیش از 16 میلیون و 400 هزار کودک که شامل 3 کودک از هر 4 کودک این کشور می شود، در حال حاضر با سطوح بحرانی، اضطراری یا فاجعه بار گرسنگی مواجهند. نکته جالب توجه در این میان این است که این رقم در دسامبر گذشته 18 میلیون و 300 هزار نفر بوده است. با این حال و به رغم تهدید فرارسیدن قریب الوقوع یک فاجعه انسانی بی سابقه، جامعه بین المللی و به ویژه جهان غرب علاقه چندانی نسبت به سودان و درگیری های دیرینه و طولانی مدت آن نشان نمی دهد و نه در تیتر و سرتیترهای رسانه ها، نه در اعتراضات دانشجویی و خیابانی و نه در کمپین ها و کارزارها و مداخلات و مطالبات مردمی برای پاسخگویی دولت ها و اشخاص دیگر نشانی از این بحران را نمی بینیم. این در حالی است که درگیری های چند سال اخیر سودان نزدیک به 10 میلیون نفر را آواره کرده، باعث کشته شدن 10 ها هزار نفر شده و میلیون ها نفر را نیز گرسنه و آسیب دیده به حال خود رها کرده که امید چندانی به آینده ندارند. در سودان هر روز یک تراژدی است، اما به نظر می رسد که جهان هیچ توجهی به این تراژدی ندارد. با این حال بی‌علاقگی آشکار جامعه بین المللی در قبال بحران سودان اگرچه بیشک ناامید کننده جلوه می کند، ولی به هیچ وجه تعجب آور نیست. بارها و بارها در زمانهای مختلف دیده ایم که در فضای سیاسی بین المللی برخی از کشورها تا زمانی به یک بحران در آفریقا یا خاورمیانه اهمیت می دهند که بحران یا تحول دیگری که تبعات بیشتر یا پیامدهای مرتبط با منافع ملی بیشتری دارد یا حتی صرفاً جالبتر است، آن را کاملاً به وادی فراموشی بسپارند و در ادامه برای این بحران جدید هم همان اتفاق روی می‌دهد و اتفاق دیگری آن را تحت شعاع قرار داده و توجه رسانه‌ها، سیاست مداران و توده‌ها را به خود جلب می‌کند.